سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. با یه تحلیل دیگه اومدیم خدمتتون، تحلیل ارز FTM فانتوم. در حقیقت FTM الان روی یک منطقه بودش که منطقه روزانه است، تقریبا یک حمایت روزانه است می‌بینیم. حمایت مهمی بوده اینجا و یک بار برخورد کرده بوده و بعد از یک بار برخورد ریزش کرده. یعنی اینجا این حمایت روزانه هستش، ریزش سنگینی کرده و وقتی اومده خواست اینجا رد کنه، یک FLی در حقیقت اینجا ایجاد شده، یه فلگ لیمیتی اینجا می‌بینید، یه فلگ لیمیتی که اینجا ایجاد شده. این فلگ لیمیت شکسته شده، یک پولبکی روش زده و رفته بالا. خب ما اینجا یک مشکلی که فقط داره که ما رو نگران میکنه FTM، یک سوینگ اینجا داریم، در واقع سوینگ لو اینجا داریم و این سوینگ لو ما رو نگران میکنه. چرا؟ چون این سقف پایین تر از این سقفه و این کف هم پایین تر از این کف الان خورده. ولی خب ما اینجا خود من لاین کردیم و اینکه میگیم خب اینجا روی حمایت هستیم، توی تایم 4 ساعته واگرایی داشتیم، اینجا میبینیم توی تایم 4 ساعته اینجا واگرایی داشتیم و میتونه یک بالایی به ما بده. حالا این بالا هم میتونه تا این محدوده باشه، یعنی بیاد تا محدوده 42.90-43 میتونه بیاد بالا و از اینجا اصلاح کنه، یا اینکه بیاد، حالا بستگی باز به بیت کوین داره، که بیاد تا اینجا بعد از اینجا بیاد. خب حالا یه سری دوستان میگن روند ریزشی مخالف رونده. بله مخالف روندم میگیریم به خاطر واگرایی تو تایم 4 ساعته بهمون تایید میده. واگرایی تایم 4 ساعته وقتی بهمون میده، خب انتظار داریم که یه بالای خوبی بهمون بده، حداقل تا اینجاهای بالایی بهمون بده، چون این ریزش هیچ وقت اینطوری یک کله نمیشه. یعنی که وقتی یه ریزش اینطوری داریم با این سی پی، با این فشوردینگ، با این ریزش شارپ، این با سی پیه، وقتی یه ریزش اینطوری با سی پی داریم، احتمال این که مثلا یک حرکت های اینطوری توش داشته باشیم زیاده. پس باسه ما میصرفه که این برخلاف جهته رو روی حمایت با توجه به این واگراییه بگیریم. اینجا هم به ما واگرایی نداشتیم تا می 400، ولی اینجا هم ما روی این حساب که این کفه یه دور لاین کردیم اومد تو سود، ریسکیوری کردیم، حسابمون خورد تو سود. اینجا هم کردیم، الان دولش 22.3% توی سود هستش و جای خوبیه. یعنی اینکه واسه این کار اگر اومد، حالا برنامه‌مون چه میشه اگر اومد، یعنی پلن ایمون واسه شد، واسه کسی که از الان نگرفتن دیگه، چون الان دیگه نمیشه گرفت تقریبا برای لانگش. من روی این کف گرفتم، اینجا گرفتم من در حقیقت. و هنوه همون اینه که یا بیاد از اینجا نشونه های ریزش ببینیم، بگیریم واسه اینجا، حالا واسه پایین، یعنی اگه اینجا تو تایم 4 ساعته کندل های ریزشی ببینیم. اگر نه، بیاد اینجا رو رد کنه، تو پول بکش باسه این سقف میگیریم و تا اینجا اومد، اینجاها دیگه میشه تقریبا روش شورت گرفت، روش، یعنی رو باسه ریزش اینجا خیلی بهتره با توجه به بیت. الان ما بیتو اگه بیاریم، بیت هم میتونه یک بالای دقیقه باسه خودش بزنه، یعنی اینو هم تو با فشردگی بیاد تا اینجاها بیاد بالا بعد بریزه. این هم میتونه یک روندی رو داشته باشه، یه روندی رو میتونه داشته باشه تا این محدوده ها و این محدوده. خب این برگشتاش خیلی برگشتای شارپیه FTM، برای اینکه خیلی حجم توش میره، خیلی حجم خوب میره توش، کوینومیه خوبی داره و پروژه پلن خیلی خوبی داره، واسه همین خیلی خوب بر میگرده و ریزش خیلی سنگینی هم کرده از در حقیقت قبل از اینکه بخواد بازار خصوصی شروع شه. تایم روزانش هستش، میبینیم که از 3.5 دلار تقریبا رسیده به 40 سنت اومده بوده، تا 30 و تا 15 سنت تا 20 سنت هم اومده بوده. این ریزش خب ریزش سنگینه. الان تو تایم روزانه خودمون تونم میبینیم که ما
اینجا یک RDA مثبتی داریم، HDA مثبتی در حقیقت، یه واگره مخفی هم داریم اینجا، HDA مثبت هم اینجا داریم که خود این میتونه ببره باعث شه که بکشه بالا تا یک محدوده هایی بتونه بیاره بالا و این نیاد همینطوری پایین، یک بالایی بزنه و بعد بریزه پایین. واسه همین ما این روندش رو گرفتیم، چون من پوزیشنش رو گذاشتم توی یک گروه هامون و شاید واسه بچه ها سوال پیش بود که چرا برعکس روند میگیریم. برعکس روند به خاطر والگرایی تایم 4 ساعته بهمون گرفت داده و توی تایم پایین تر اومدیم ما در حقیقت نقطه ورود داریم، ولی واسه پوزیشن هامون در حقیقت توی این نقطه 42-90-43 دنبال پوزیشن شورت میگردیم و اگر اینجا رد کنه پول بک بهش بزنه یک لاین میگیریم براش با استاپ این زیر همین خطه و برای اینجا و اینجا هم دنبال دوباره پوزیشن شورت میگردیم. شما این محدوده هایی که من میکشم واسه خودتون بکشین و اکسون عمل ها رو روش ببینین، یعنی ببینین این کوینه چه اکسون عمل هایی روی این محدوده ها نشون میده، چه کارهایی میخواد بکنه روی اینجا و رو همینجا میتونید تو تایم پایین تر روشون پوزیشن شورت، یا یعنی اینجا رو که رد کرد تایم پایین تر به اینجا لانگ بگیریم، برای اینجا تو تایم پایین تر وقتی رسید به این محدود واسه پوزیشن شورت نگاه کنید و میتونید همینطوری باش کار کنید، ولی من احتمال میدم تا این محدوده بیاد اگه بخواد بعد بریزه. خیلی پرسود و موفق باشید.